خب همونطوری که همتون میدونین زنان در ایران اجازه حضور در استادیوم های ورزشی رو ندارن. به هر حال این موضوع هم موافقانی داره هم مخالفانی داره. حتی میشه گفتش که یکی از دلایلی که ایران برای میزبانی جام ملت های آسیای حال آینده انتخاب نشد این موضوع میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توش. ولی خب به هر حال اگر که مسئولین هم دقت نکنن و به هر حال رسیدگی نکنن به این موضوع این روال همینطوری ادامه خواهد داشت. دقیقاً. خانم دریا صفایی حالا کسی هستش که توی کشورهای مختلف به نسبت به منع عدم حضور خانوم ها توی استادیوم های ورزشی ایران اعتراض کردن، فعالیت هایی کردن و به خاطر همین هم این روزا چهره شناخته شده بین ما ایرانی ها و غیر ایرانی ها هم حتی هستن. امروز قرار ایشون توی اسکایپ با ما مکالمه ای داشته باشن و راجع به این اعتراضاتشون و فعالیت هاشون برامون توضیح بدن. خانم صفایی سلام. درود بر سپاس از دعوتتون برای برنامه‌تون. ممنون که وقتتون رو به ما دادین خانم صفایی. سال نوتون هم خیلی مبارک باشه. امیدوارم که هر جا هستین سلامت باشین. سپاسگزارم همچنین برای شما و بینندگان عزیز تلویزیونتون. بله خانم صفایی شما در کمپینی به هر حال فعالیت داشتین یا حتی دارین که این کمپین نامه‌ای رو به امضای 200 فعال سیاسی، اجتماعی و مدنی رسوندن و این نامه رو فرستادم به ریاست فدراسیون فوتبال فیفا آقای سبلاتر که به هر حال ایشون از نفوذشون و قدرتشون استفاده بکنن برای جلوگیری از این تبعیض جنسیتی در استادیوم‌های به هر حال در اماکن ورزشی ایران که به هر حال بی تاثیر هم نبود. این نامه باعث شد که آقای سبلاتر نامه‌ای رو به فدراسیون فوتبال ایران بزنن. میشه یه خورده بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدین خودتون؟ بله در حقیقت فعالیت‌های کمپین از تابستان گذشته شروع شد و در رشته والیبال شروع به کار کرد و پس از موفقیت‌هایی که در زمینه والیبال دست آوردیم فکر کردیم به اینکه میتونیم گسترشش بدیم به فوتبال و همینطور که خودتون گفتین نامه رو تهیه کردیم با وکیل و این نامه وقتی که تهیه شد تصور کردم که بهتره که از پیشکسوتان فوتبال هم پای اون رو امضا کنند و در لحظه آخر یکی از دیگر فعالین حقوق زنان رو هم گذاشتیم که با هم امضا کنیم و این نامه رو فرستادیم که البته به مدت بسیار پس از اون به امضا و تایید بیش از 200 کنشگر حقوق مدنی رسید و بدین ترتیب این به فیفا فرستاده شد که در حقیقت از فیفا درخواست میکرد که فدراسیون فوتبال ایران رو موظف کنه به این که از هر گونه تبعیض که تبعیض جنسیتی از هاست جلوگیری کنه در ورزشگاه ها. البته پیش و پس از فرستادن این نامه به فیفا من با دو تن از اعضای 15 نفره هیئت اجرایی فیفا در تماس بودم و اونجا اونا خیلی منو راهنمایی میکردن به اینکه چگونه میتونم این نامه رو با وکیلم تدوین کنم و چه حرکاتی میتونم که در داخل فیفا تاثیرگذار باشه. البته چون این افراد شخصا در جلسه های حضوری با سپلتر بودن این مسائل به صورت خیلی سریع بیان شد و در دستور کار قرار گرفت به طوری که سپلتر در 6 مارس که همین ماه گذشته بود این ممنوعیت ورود زنان در ورزشگاه های ایران غیر قابل تحمله و باید اساساً برای اون کاری کرد و من خیلی خوشحال شدم چون تصدیل اینکه اینقدر سریع این عمل انجام بشه خودم جا خوردم و از اینکه فیفا اینقدر اهمیت داده به حقوق زنان ایرانی بسیار خوشحال شدم. البته الان توی خود فیفا انتخابات هست و به زودی این انتخابات تموم میشه و به صورت خیلی جدی دنبال این مسائل خواهند بود. درسته. من میخواستم بپرسم که این نامتون رو چه کسایی حمایت کردن و چه کسایی امضا کردن؟ بسیار سوال خوبیه چون این نامه در حقیقت یک چیز خیلی مهم بود و اینکه کنشگرها از طیف‌های مختلف فکری در کنار هم یک خواسته رو در اینجا مشترکاً بیان میکردن و اون که خواستار و حقوقشون به ورود به ورزشگاه ها هستن. اشخاص بسیار سرشناس و مهمی چون بانو نسرین ستوده این نامه رو امضا کردن که حقیقتاً باعث قدرت این خواسته این مطالبات مدنی هستش که بسیار بسیار افرادی که امضا کردن حقیقتاً این نامه به همین درخواست‌هایی بود که هممون با هم انجام دادیم. خانم صفایی توی لهستان هم ما شنیدیم که در تو جریان بازی‌های والیبال شما رفته بودین برای اعتراضاتتون و اونجا حتی درخواست آزادی قنچه قوامی رو هم کرده بودین که گویا مامورای امنیتی ایران بعدش هم چند تا از مامورای لهستانی دخالت میکنن. اینو یه توضیح در اون موردم برامون لطفا بدین.
بله حقیقتاً اون موقع که من رفتم برای اینکه که زنان به ورزشگاه های ایران راه پیدا کنن، تونستم فرصتی داشته باشم با برای صحبت کردن با رئیس لیگ جهانی والیبال آقای بریچیچ، و در این صحبت ایشون تصوری که از زنان ایران داشت کاملا تصوری بود که جمهوری اسلامی ایران بهشون القا کرده بود، و اینکه خب ایران اگر خواستار رفتن به ورزشگاه ها نیستن، وظیفه ما نیست که در این دا اقدامی بکنیم. اون زمانی که غنچه قوامی به زندان رفت و اینها نگاه کردن اینکه نه، زنهای ایران خواستار رفتن به ورزشگاه ها هستن، و بزرگترین دلیلش هم اینه که الان شخصی در زندانه به دلیل اینکه خواسته این حق اولیه‌اش رو طلب کنه، در حقیقت اونجا بسیار متأثر شدن و به من قول دادن که حتما این مسائل رو در دستور جلسه در اولویت کاری افی قرار میدن. و اون موقع که من دیدمشون اوایل سپتامبر بود و درست اول نوامبر آری گراچا رئیس FIVB در جلسه علنی که بازدیدگان از رئیس‌های فدراسیون مختلف جهان داشت اعلام کرد که اگر ایران ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو آزاد نکنه و دستور آزادی بلا شرط قنچه قوامی رو اعلام نکنه، دیگر هیچ میزبانی بهش تعلق نمیگیره. و من تصور میکنم این خیلی مهم بود که ما تونستیم نشون بدیم که ما زنهای خواستار ورود به ورزشگاه ها هستیم و بودیم و میخواییم که اونجا حاضر باشیم. امشب هم که بازی ایران و سوئد هستش، امشب برنامه داری شما در استکهلم؟ بله، امشب من تا نیم ساعت دیگه باید حتما از اینجا خارج بشم از هتل و دارم میام به ورزشگاه. اونجا برنامه های بسیار متعددی هست، از جمله پخش دو تیشرتی با پیام اینکه بگذارید زنهای ایرانی وارد ورزشگاه هایشان بشوند. این پیام رو به زبان انگلیسی با خط مشکی روی سفید نوشته شده که در حقیقت کاملا بیانگر مشخصه، و اون اینکه زنهای ایران به ورزشگاه برند. در بین سوئدی ها و ایرانی ها پخش خواهد شد. در این زمینه دختران جوان ایرانی و سوئدی خواهند کرد و با بنرها که بنرهای جدیدی هم در میانشون هست در ورزشگاه، و با این تیشرت ها به صورت خیلی مسالمت‌آمیز خواسته خودمون رو بیان کنیم. برنامه‌های متعددی هست که حتما در جریانتون قرار خواهد شد. خیلی ممنون خانم صفایی، وقتتون زیاد نمیگیریم اگه داریم میرین استودیو. فقط سوالی که من سوالی که من پرسیدم قبلش که گویا این مامورین ایرانی و لهستانی توی لهستان در طی بازی شما رو از استادیوم بیرون کرده بودن، این خبر درسته؟ یا درخواست کرده بودن که شما ترک کنین استادیوم رو؟ درسته، کاملا درسته. من در یک فیلم پوست کردم و روی یوتیوبم و توی فیسبوک هم گذاشتم، فیلمی بود به نام من می ایستم. البته من اینجا یه توضیح میدم که این کلمه من که من به کار بردم به جای ما هستیم، فقط نشان دهنده اینه که من به تنهایی کار خودم رو به عنوان یک شهروند ایرانی انجام میدم، و اگر همه اینها این گونه فکر کنند همه خواهیم ایستاد، و اینجاست که مهمه هر کس حقوق ابتدایی خودش رو مطالبه کنه. بله، من در بردم با بنرها و تیشرت ها و پرچم که اونجا حضور داشتم، دائما مامورین اطلاعات جمهوری اسلامی می اومدن و به من گفتن که باید از اینجا برم بیرون، و البته من قبول نمی کردم همچین چیزی رو. با این فیلم میخواستم نشون بدم که کارها دشواری داره. این دشواری ها رو من در ایران هم داشتم، زمانی که فعالیت هامو در خود ایران کردم. در قیام 18 تیر 78 به بازداشتگاه توحید فرستاده شدم در سلول انفرادی. همیشه خواستار حقوق اولیه‌مون شدن با رژیم توتالیتری دچار مشکلاتی هم میکنه ما رو. حتی در کشورهای خارجی هم به خودشون اجازه میدن بیان و به من بگن که باید از ورزشگاه برم بیرون. البته من اینو کردم، و بعد از اون اونها مأمورین انتظامات خود ورزشگاه لهستان رو فرستادن سراغ من که اونها میخواستن بنرها رو پرچم رو از من بگیرن. و البته یه چیزی که باید بگم اینه که اونا خیلی منو درک میکردن، برای اینکه وقتی که به من میگفتن این پرچم واقعی نیست، در حقیقت وقتی بهشون توضیح میدادم خودشون نگاه میکردن میگه در تاریخششون در حقیقت اروپای شرقی مدتی رو زیر سلطه کمونیسم بود و اون پرچم ملیشون رو ازشون گرفته بودن و پرچم داس و چکش بهشون داد. البته اینا هیچ وقت پرچم ملیشون رو فراموش نکردن
و به محض اینکه شوروی فرود پرچم ملیشون رو آوردن و گذاشتن اونجا، من با پرچم شیر و خورشید که پرچم ملی من و ما ایرانی ها هست، میخواستم بگم که این پرچم تعلق به هیچ نظام سیاسی یا تفکر سیاسی یا هیچ حرکت سیاسی متعلق به ایران و تاریخ ایرانه و در زمانی که همه کشورها برای خودشون پرچمی برگزیدن، این پرچم رو ایران برای خودش برگزیده بود و پیامم رو البته خیلی خوب درک میکردن و منو ول کردن و در نهایت رفتن، موفق نشدن که منو بیرون بیاندازن. با مقاومت و ایستادگی همیشه به نتیجه میرسیم. با همون شعار خودتون من ایستادم. من یه سوال دیگه هم ازتون داشتم در آخر، میگه خب به هر حال شما فعالیت‌های خودتون رو خارج از ایران انجام میدین و به خاطر حالا آزادی‌هایی که بیشتر هستش به یه جایی میرسه. شما فکر می‌کنید که فعالیت‌های مدنی داخل ایران تأثیری داره کلا به آینده‌اش چطور خواهد بود؟ من معتقدم اینکه فعالیت‌های مدنی داخل بسیار مهمه و در حقیقت کلیدی و اساسی هستش. مثلا یک نمونه از همین برنامه والیبال که کنم، من میرفتم اونجا میگفتم زنها خواستار ورود به ورزشگاه ها هستند. وقتی قنچه به زندان افتاد، من برای این حرفم مدرک و سندی داشتم و این استقامت قنچه و قنچه ها در ایران هست که میتونه بازتاب خارج از کشور. این دو کار مکمل هم دیگه هستن. مطالبات مدنی مطالبات قابل فهم و لمس برای تک تک انسان‌های یک جامعه هستند و این که من تونستم اینجا راجع بهش صحبت کنم و اگر امثال قنچه در ایران این تلاش‌ها رو، این مبارزات مدنی رو نکنن، در حقیقت رنگ و رو و رسانه‌ای کردن این پیام دشوارتر میشه در خارج از کشور. من تصور می‌کنم فعالیت‌های داخلی و فعالیت‌های خارجی مکمل هم هستند و باید در کنار هم قرار بگیرن و قوتشون به این در کنار هم بودنه. خیلی ممنون. خیلی ممنون از وقتتون، همینطور از فعالیت‌هایی که می‌کنید برای بانوان ایرانی. بله، امیدواریم که امشب برنامه‌تون به خوبی پیش بره. سپاسگزارم. من صدای شما رو ندارم ولی خوشحالم که در برنامه‌تون بودم. مرسی از شما دوستان عزیز. جایی نریم، با بخش دوم برنامه با شما خواهیم بود.